هلو گایز، خیلی خوش اومدین به پارت اول از درس چهارم هدوی الیمنتری. امروز طبق معمول گرامر داریم. Let's dive in. خب بچه ها، امروز قرار سه تا نکته گرامری رو با هم دیگه انجام بدیم و در مورد صحبت بکنیم و قرار نیست چیز خیلی بزرگ بشه، سه تا نکته کوچیکه و بعد گرامرمون تموم میشه. ولی خب خیلی سادن الان براتون صحبتشو بکنم و حرفشو بزنم و توضیحشو بدم، متوجه میشید که اصلا در واقع مقابل چیزایی که ما یاد گرفتیم اینا چیزی نیستن از لحاظ سختی، ولی بسیار کاربردیان. خب توی صفحه اول چی میبینید؟ توی صفحه اول من چی میبینم اینجا؟ What's it? What's this? It's a dog. Let me write this down. It's a dog. Right? پس چیه این بنده خدا؟ It's a dog. But here we have two dogs. Right? So, one dog, two, of course, two dogs. یه دونه سگ، دو تا سگ. خب حالا من نمیخوام بپرسم که آقا این چیه، میخوام بگم اینی که اینجاست چی اینجا این من میدونم الان این سگه، ولی اینجا چی وجود داره؟ الان بحثی نیست که من ماهیت اینو بخوام جواب بدم، میخوام بگم این اینجا هست. So in the picture there is a dog, there are two dogs. Here we have این پارت اینجا. Here we have there is a dog. Here, there are two dogs. وجود داره یه سگ، وجود دارن دو تا سگ. شما دیگه فرق بین ایز و آر رو که میتونین، این برای مفردا به کار میره و این برای جمع ها. ولی کل there is یعنی وجود داره. میخوام بگم یه مشکلی وجود داره. There is a problem. میخوام بگم که توی یخچال یه کیکه. نمیخوام بگم it's a cake. این کیک ماهیت چو بگم، میخوام بگم وجود داره اصلا. There is a cake in the fridge. میخوام بگم که یه نفر تو زندگیمه، حالا بحث روابط و اینا. There is someone in my life. درسته؟ There is someone in my life. There is وجود داره یه dog. There is a dog. There are two dogs. حالا توی پارت بعدی میخوام بگم نه، وجود داره یه دونه داگ، ولی تو این تصویر دیگه وجود نداره. فعلای تو بیره چجوری منفی میکردیم؟ not اضافه میکردیم دیگه، شما از من بهتر اینو میدونید. بنابراین there is a dog here. There is a dog here. یه سگ اینجا وجود داره. But here there isn't a dog. There isn't or there is not a dog. It's a panda. There is a panda here. There is not a dog in here. پس میخوام بگم نه، مشکلی نیست. There is no problem. تو جمله قبلی گفتیم مشکلی هست. There is a problem. اینجا میگیم there is no problem. نه مشکلی وجود نداره، یا there isn't a problem. میخوام بگم که توی بشقاب غذا وجود نداره. There isn't food on the plate. میخوام بگم که مثلا توی مثلا من این صدایی که از توی حیات پشتی میشنوم، backyard. I hear something in backyard, from backyard. از حیات پشتی چیزی میشه صدایی میشنوم. میخوام بگم که میرم نگاه میکنم میبینم نه اصلا آدمی اونجا نیست، فکر میکنم یه آدم اونجاست، ولی میگم نه آدمی اونجا وجود نداره. There isn't a person in the backyard. There isn't یا there is not a person in the backyard. So تا اینجا فهمیدم there is و there are، وجود دارد وجود دارند، میخوام بگم وجود ندارند رو not اضافه میکنیم. Simply این میشه there isn't، این میشه there aren't. There is و there are. و گفتیم که این با it is فرق میکنه. شما وقتی میگین it is a dog یعنی ببین بشناس این یه سگه، به این میگیم dog. درسته؟ ولی وقتی میگم there is a dog یعنی من کلا ماهیت سگ رو میدونم چیه. درسته؟ ولی الان اینجا یه دونه سگ وجود داره. درسته؟ فرق بین اینجا نا کنیم.
اینو من بنویسم. من میگم it is a problem. اینجا میگم there is a problem. فرقش چیه؟ وقتی میگم it's a problem, it is a problem یعنی چی؟ یعنی این یک مشکله. این هست یک مشکل. مثلا پروازمون دیلی داره، خب تاخیر داره. من میشنم و بهش میگم it's a problem، یعنی یه مشکله این، درسته؟ معرفیش میکنم، میگم این اتفاقی که افتاده به عنوان مشکله. ولی وقتی میگم there is a problem یعنی یک مشکلی وجود داره. آقا there is و there are کلی بخوام بهتون بگم، داره در مورد existence، وجود یه چیز داره صحبت میکنه، نه برای معرفی یک چیز. خب حالا که ما منفیش هم یاد گرفتیم، مثبتش هم یاد گرفتیم، سوالش چطوری قراره باشه؟ ساده. فعل تو بی چجوری است؟ شما هر وقت مثلا فعل تو بی میبینید توی جمله، فعل تو بی رو بذاری اول جمله، تموم جاشو با فاعل عوض کن. پس there is میشه چی؟ There is a dog. Is there a dog؟ اینجا رو من سوال گذاشته. And this dog in here is cute. There is a dog. Is there a dog؟ یه سگه اونجا؟ میخوام بگم تو حیات پشتی کسیه؟ Is there someone in the backyard؟ کسی اون پشته؟ وجود داره کسی اون پشت؟ یا میخوام بگم مشکلی داری تو؟ مشکلی وجود داره؟ Is there a problem؟ درست شد؟ پس اینم نحوه سوال پرسیدنشه. بریم تمرین حل کنیم. تو این تمرین توی جا خالی ها باید بنویسیم there is یا is there، یعنی حالت مثبت و سوالیه. There is رو استفاده بکنیم و یا it is یا is it. اینجا کاملا متوجه میشیم فرق بین دو تا چیه. به طور مثال اول گفته There is a flight at 10:30. یک پرواز ساعت 10:30 هست، وجود داره. حالا میخوام بگم آیا این یه پرواز نان استاپه؟ چون میدونید بعضی پروازا شما مجبورید برید یک مقصد دومی، یه مقصد دوم برید از اونجا باز پرواز بکنید. این نان استاپ یعنی از اینجا تا مقصد مستقیمه. Is it a non-stop? Non-stop flight؟ دیگه لازم نیست بگم وجود داره. میخوام بگم این پروازی که تو میگی ساعت 10:30 non-stopه. درسته؟ بریم بعدی. I'm not going to buy this shirt. قرار نیست که این شرط رو بخرمش. میخوام بگم خیلی گرونه. اولا که سوالی که نیست. پس یا باید there is بزنم یا it is. خب میخوام بگم وجود داره خیلی گرون. بیش از حد گرون. میبینی که میشه؟ میگم it is too expensive. Number 3. What's wrong? مشکل چیه؟ هر وقت میخواد بگی آقا مشکل چیه؟ چه مثلا درد چیه؟ What's wrong? What's wrong? حالا میخوام بگم ناکن گفته something in my eye. میخواد بگی یه چیزی تو چشم هست، یه چیزی تو چشمم وجود داره. نمیخواد بگه it is something in my eye. میخواد بگه وجود داره یه چیزی تو چشم، یه چیزی رفت تو چشم. There is something in my eye. اینم A نخونیم بچه ها. I. One eye, two eyes. So, next one. A red car outside your house. و جمله دومی سوالی. خب، میخواد بگه یه ماشین قرمز بیرون خونه. بیرون خونت. میخواد بگه یه ماشین قرمز بیرون خونت دیگه وجود داره. نمیخواد که معرفی کنه. خب، hey everybody، این ماشین قرمزه. نه. میخواد بگه یه ماشین قرمز بیرون خونت هست. وجود داره. وجود داره. There is a red car outside your house. حالا میخوام بگم مال توه، نمیگم وجود داره برای تو، میگم is it yours، میگم برای تو هست. Is it yours، مال توه، که در مورد گرامرش ما قبلا با هم صحبت کردیم. اگه یکم یه جوهایی میبینید لنگ میزنید به خاطر اینکه گرامر درس اول نگاه نکردید، برید اون رو نگاه کنید. Number 5. یه مکالمه داریم between A and B. It says Anything good on TV tonight؟ یه امشب تو تلویزیون حالا برنامه خوبی هست؟ وجود داره؟ درسته؟ سوالی هم هست. Is there anything good on TV tonight؟ قبلا گفتیم اگه با من همراه بوده باشید. میخوام بگم یه چیزی تو تلویزیونه، میگم it is on TV، نه که روی تلویزیونه. منظورمون همون که داره پخش میشه. میخوام بگم مهران مدیری تو تلویزیونه. Hey come on، مهران مدیری is on TV. درسته؟ خب در جواب میگه که yes there is a show I want to see at 8. پس اینجا میشه there is a show. Number 6. What's that building؟ اون ساختمونه چیه؟ خب قطعا نمیگیم
یک مدرسه و طرف گفته چیه؟ ماهیتش چیه؟ اصلا نمیدونم چه ساختمونیه. معرفیش کن. برای معرفی از It is استفاده میکنیم. Number 7. A restaurant in this hotel. No, I'm afraid not. خب. میخواد بگه که توی این هتل آیا یک رستوران وجود داره؟ خب من اگه بخوام بذارم is میشه Is it a restaurant? هست این یک رستوران در این هتل؟ و ما بگیم نه. خب میخواد بگه وجود داره. دیگه منطقی نیست خدا وکیلی. پس میگم Is there a restaurant in this hotel? No, I'm afraid not. خب شما میام از من میپرسین که آقا مگه نگفتی I'm afraid یعنی من ترسیدم یعنی I'm scared I'm afraid یعنی I'm scared دیگه پس اینجا یعنی چی؟ مثلا طرف داشت میپرسه یه رستوران توی هتل هست؟ شما میگه بله میترسم نه میترسم یعنی چی نه میترسم؟ از چی میترسی؟ پس این یه معنی دیگه داره ما در واقع کل این وقتی شما مثلا یه نفر میخواد بگه که فلان کار مثلا میشه انجام بدی یا یه درخواستی میکنه یا یک سوالی میپرسه که جواب منفی نو هست میخواد بگه نه متاسفانه میگه نو I'm afraid not یعنی متاسفانه I'm sorry نه I'm afraid not پس ربطی به ترسیدن نداره آقا نکته اولی که گفتم بهتون سه تا نکته قرار بگم نکته اولش تمام شد finished it's over and you got that didn't you So let's move on to the second grammatical tip. بریم سراغ دومین نکته گرامریمون که اینم احتمالاً شما بهتر از من بدونیده چون اتفاق خاصی توش نمیفته. This, that, these and those اسمهای اشاره این اون اینا اونا اینو میخوایم یاد بگیریم چجوری تو انگلیسی بگیم. درسته؟ چون به جای فاعل جمله یا به جای مفعول جمله که بعدش اسم میاد یعنی به عنوان یه اسمیات من نیاز دارم مثلا یه وقت بگم که این کتاب نگم فقط کتاب این کتاب خوبه مفیده This book is useful این کتاب پس به این اسمهای اشاره نیاز دارم حالا وارد خود کتاب هدوی هم بشیم متوجه میشین الان فعلا داریم گرامر رو میگیم خب اگه اشاره به نزدیک باشه یه دونه باشه This اگه اشاره به دور باشه ولی بازم همون یه دونه باشه That اگه اشاره به نزدیک باشه ولی یه دونه نباشه چند تا باشن میگیم these و اگر اشاره به دور و چند تا باشه those this that these those یه بار دیگه this that these those اوکی okay? الان میذارم زندگی رو میشکونم کافر رو به هم بیختم خب this, that, these and those okay? پس این آن this, that, these اینها و those آنها this book این کتاب that book اون کتاب these books این کتابا those books اون کتابا حالا شما یعنی ما میگیم که تو اومدی امروز همین رو بگی یعنی فقط همین بود تموم شد اومدی ما بگی this و that این میشه نه اومدم یه یادآوری کردم که این this و that چیه حالا میخوام در مورد this و that یکم توضیح بهتون بدم که آیا که this و that بچه فقط برای اشاره کردن به اشیا استفاده نمیشه یا به آدم ها استفاده نمیشه فقط برای اشاره کردن نیست جاهای دیگه هم کاربرد داره که کاربردش این پایین میخوام بهتون بگم اول از that شروع میکنیم میگه ببین that خب حتما رو باید مثلا بگیم اون کتاب اون آدم میتونیم به یک چی؟ میتونیم به یک اتفاقی که افتاده یا یک حرفی که یک کسی تازه همین الان زده اشاره بکنیم درسته؟ پس برای از that میشه برای اشاره کردن به یک اتفاقی یا یک حرفی که زده شده هم استفاده کرد درسته؟ یه نفر به یه مثال کوچیک برات بزنم بعد بریم سراغ خون نوشته های این میگه که یه نفر میاد میگه که You are ugly میاد به من میگه تو زشتی خب حالا من میام چی میگم؟ میگم این حرفی که تو زدی that اشاره that استفاده از that اینجا چیه؟ به خاطر میگم اشاره کنم به حرف تو میگم that is rude خیلی گستاخانه است خیلی پررویی این حرفت خیلی زشته حرفت that is rude بس با این دت اشاره کردم به حرفی که نفر مقابلم زده بود یا شب قبل ما رفتیم پارتی Did you
مثلا دوستم میگه، میگه did you go to the party last night؟ دیشب رفتی پارتی؟ دیشب رفتی پارتی؟ رفتی مهمونی؟ من میگم yes I did. Yes, I did. حالا میخوام بگم that was amazing. عالی بودش. That was amazing. That was amazing. That یعنی چی؟ الان به چی اشاره کردم؟ نه کتاب، نه هیچی. دارم اشاره میکنم به اتفاقی که دیشب افتاده، اون مهمونیه که دیشب بوده. برابر این دو تا مثال زدم. یا برای اینکه بخوام اشاره بکنیم به حرف یک کسی، یا بخوام اشاره بکنیم به اتفاقی که افتاده قبلا. درسته؟ این از کاربردهای that هست. بریم سراغ this. This باز کاربردی تر بچه ها. گفته this. اولین کاربردش این چیه؟ اینه که بخوایم پشت تلفن خودت رو معرفی بکنی. آقا شما زنگ میزنی به مامانت با یه شماره ناشناس، زنگ نمیزنی بگی hey I am Hedi، سلام من هستم هدیه. یعنی خودتو معرفی که نمیخوای بکنی، مامانت خودش به دنیا آوردتشو. پس میبینی احمقانه به نظر میاد. پس میام چی میگم پشت تلفن؟ به جای که بگم I am هدی خودم معرفی کنم، فقط میگم اینی که داره با تو صحبت میکنه هدی است. هدی رو تو میشناسی، نیاز به معرفی نداره. میگم this is هدی. این برای تلفن استفاده میشه، جدی نوشتش. چرا واقعا؟ this is هدی. خب this is هدی پشت تلفن استفاده میشه. من مثلا برای برنامه های تلویزیونی مجریه میخواد خودشو معرفی بیاد بکنه، میاد میگه که مثلا this is Steve Harvey. This is Steve Harvey and you're watching فلان چیز. مثلا این استیو هارویه و شما دارین به فلان ویدیو دارین فلان برنامه رو تماشا میکنید. پس این تو برنامه های تلویزیونی، توی ویدیو کلیپ ها، پشت تلفن، به جای که از I am استفاده بکنن، this is استفاده میکنن که بگن آقا این نفری که داره صحبت میکنه همون آدمی که تو میشناسیش، ولی الان میخوام بگم این اینه. درسته؟ پس برای پشت تلفنش استفاده میشه از this. ولی کاربرد دوم چیه؟ برای معرفی کردن بقیه. خب من تا اینجا یاد گرفتم بچه‌ها، حواستون باشه گفتم معرفی کردن بقیه، چون شما تو یونیتی یک یاد گرفتید که ما وقتی میخوایم خودمون رو معرفی کنیم میگیم I am هدی یا My name is هدی. ولی اگه میخوام بگم که این خواهرمه چی، میتونم بگم She is my sister. ولی خوشگلترش چیه؟ چیزی که استفاده میکنه یک نیتیف چیه؟ میگه This is مثلا نینا My sister. این خواهرمه نینا. درست شد؟ This is Nina my sister. This is Rana my friend. This is Anita my niece. You see? That's how it goes. پس اینم شد کاربردهای this و that در مکالمه. اوکی؟ خب بریم سراغ نکته سوم. این که اتفاق خاص نیفتاد توش، توی درسام که توی درس 4 هم که قرار با هم توی قسمت‌های بعدی ببینیم، کاربردش رو زیاد ببینید. اوکی؟ بنابراین نگران تمرین نباشید که اوکی زیاد روش وای نستادیم. روش وای خواهیم ایستاد. روش تمرکز خواهیم کرد. So, let's move on to the next grammatical point. Some and any. میخوام فرق بین دوتا رو بهتون بگم. Some چیه؟ any چیه؟ تو جملات خیلی شنیدین. Some. I have some friends. I don't have any friends. اینجور چیزا. خیلی شنیدینش. ببینید فرق این دوتا چیه. خب. آقا. نکته اول چی میگه؟ میگه برای Some is generally used in positive affirmative sentences. پس سام گفته در جملات مثبت از لحاظ گرامری قرار میگیره. اما any این پایین. Any is generally used in negative sentences. پس سام برای جملات مثبت، any برای جملات منفی. خب. نکته بعدی. گفته سام هم گفته در سوالها هم میتونه استفاده بشه. چه وقتی؟ موقعی که شما میخواین چیکار کنین، یه چیزی رو آفر بکنید، یا بخواین از یکی یه چیزی رو بخواین، ask for something.
اوکی؟ یه چیزی رو آفر کنی یا یه چیزی رو بخواین از کسی. ولی any گفته در جملات سوالی برای کلا سوالا استفاده میشه. اصلا دیگه هیچ داستانی نداره. تو هر سوالی میتونه استفاده میشه غیر از آفر کردن. تا اینجا هنوز اینو نگفتم بچه‌ها، میگم تا اینجا چی داشتم؟ سام مثبت، انی منفی. سام سوالی، انی هم سوالی. پس جفتشون در سوالی میتونن استفاده بشن، ولی در حالت مثبت فقط سام، در حالت منفی فقط انی. حالا بریم بخونیم مثالاشو ببینیم که داستانش چیه. ببین چی میگه. مثلا برای مثبت، مثبت برای سام گفته there are some flowers in a vase on the table. وجود داره چند تا گل در گلدون روی میز. درسته؟ some flowers. حالا جمله از لحاظ گرامری مگه مثبت نیست؟ شما اینجا not میبینید؟ نه. پس میتونیم از some استفاده کنیم. وجود داره یک مقدار یا چند تایی. some به این معناست یه چند تایی وجود داره. He needs some medicine. یک مقدار دارو نیاز داره. بازم میبینیم که جمله ها مثبته. شما یاد گرفتین اگر اینجا doesn't بود منفی میشد، ولی الان مثبته. پس خود سام به معنی مقداری، تعدادی ایناست. نه زیاد نه کم، یه مقدار، یه تعداد. اوکی؟ نه زیاد نه کم. این از لحاظ معنی. تا اینجا هم فهمیدن که در حالت مثبت استفاده میشه. در حالت سوالی چجوری استفاده میشه؟ موقعی که میخوام چیز رو آفر بکنیم، به طور مثال Would you like some coffee؟ یا اگه اینو نمیدونین هنوز بگم Do you like some coffee؟ یعنی یکم چیز میخوای؟ قهوه میخوری؟ دارم یه چیز رو آفر میکنم، میخوام بهت قهوه بدم یا میخوام برام ازت قهوه بخرم. قهوه میخوری؟ Do you like some coffee؟ میخوام بگم Do you want some help؟ یکم کمک میخوای؟ Do you want some help؟ چون میخوام کمکم رو آفر بکنم، پیشنهاد بدم، بگم آقا اگه کمک میخوای بیا، من دارم به تو کمک خودم رو آفر میدم. این شد بحث سام. بریم سراغ انی. انی به صورت معنی یعنی هر یا هیچی. اوکی؟ اینجا فعلا به عنوان هیچی میخونیمش. خب بریم حالا. گفته انی رو تو منفی استفاده کن. چشم. به طور مثال There aren't any students in the school. وجود نداره هیچ دانش آموزی در مدرسه. جمله دوم I don't want to drink any fruit juice. دلم نمیخواد که هیچ آب میوه رو بخورم، آب میوه بخورم. پس میبینید که دو تا جمله‌ای که ما داشتیم دو جمله‌ای بودن که از لحاظ گرامری منفیان. There aren't منفی، I don't want منفی. بریم سراغ سوالی. گفته سوالی رو کلا میشه استفاده کرد دیگه. به طور مثال میخوام بپرسم که بزنید مثال خودم بزنم. تو خواهر برادر داری؟ الان من چیزی رو اومدم آفر کردم؟ نه، یه سوال کلی پرسیدم. Do you have any brothers and sisters؟ یا میگم Do you have any siblings؟ خواهر برادر داری؟ درسته؟ Do you have any money؟ پولی داری؟ هیچ پولی داری؟ Do we have any bread in the house؟ آیا هیچ نونی توی خونه هست؟ یا نه؟ He hasn't received any emails yet. این اومده باز دوباره حالت بالایی رو آورده که میگیم تو جملات منفی استفاده میشه. حالا نکته آخری که میخوام بهتون بگم، گفته آقا انی گاهی اوقات هم به صورت استثنایی میتونه در جملات مثبت بیاد. حالا یعنی چی؟ Exceptions to the rule. Any can only be used in positive sentences if it is used with conjunctions such as if and whether. میتونه در جملات مثبت هم به کار بره اگر با یک حرف رابطی مثل if یا whether به معنی اگر هست استفاده بشه. به طور مثال will always help you if you have any problems or troubles. میبینید اینجا if استفاده شده و اینجا any تونسته در یک جمله مثبت بیاد. If you have any problems، ما به شما کمک خواهیم کرد اگر شما هر مشکلی رو داشته باشید. در واقع اینجا any به معنی هر هست. قبل از اینکه بخوام any رو معنی کنم گفتم هم به معنی هیچ هم به معنی هر. اینجا به معنی هر مشکلی داشته باشید. اینم از نقطه نهایی. بریم یه دونه مثالم حل کنیم و تمام بچه ها. خیلی تا اینجا خوب پیش اومدیم. بریم
as number one has been done for you. Number two, in the middle of the room, وسط اتاق, there was a table, یک تیبل بود و چند تا صندلی. جمله‌مون مثبت قطعاً باید سام بگیره دیگه. There aren't, منفی, اصلا نمیخوام کل جمله رو بخونم دیگه. Any, there aren't any gas stations in this part of town. میگه که وجود نداره هیچ پمپ بنزینی در این قسمت شهر. Michael and Emily don't have, ندارند, منفی, any children, هیچ بچه‌ای ندارند. Do you have, آیا داری هیچ خواهر برادری, مثالی که براتون زدم. Do you have any brothers or sisters? There are, وجود دارند, جمله مثبت. There are some beautiful flowers in the garden. Do you know, آیا میدونی, هیچ good hotels in Miami? Would you like, داره پیشنهاد بکنه, some tea, آیا چای میخوری؟ When we were on vacation, we visited, ما موقعی که توی vacation بودیم, تو تعطیلات بودیم, رفتیم دیدن یکم some interesting places. Some, right. Don't buy, نخر, جمله منفیه. هیچ برنجی نخر. Don't buy any rice. ما به هیچی نیاز نداریم. We don't have, we don't need any. 11. I went out, رفتم بیرون, to buy, که بخرم موز. But they didn't have, نداشتن هیچی تو مغازه. من تشنمه. Can I have, میتونم داشته باشم, دارم تقاضا میکنم دیگه. اینجا offer نیست, دارم تقاضا میکنم. Can I have some water, please? Can I have some water, please? بچه ها, درسته که نکاتی که گفتم شاید به نظرتون خیلی کوچیک اومد. این اشتباهی هستش که همه زبان آموزا میکنن, میترسن از اینکه از پایه شروع کنن. من اگه یک سری کتاب جدید برام برسه یا بخوام خودم بخرم و یا باش آشنا بشم, از اول شروع میکنم بخوندن, با اینکه این همه سال من زبان خوندم. بنابراین این خیلی تفکر اشتباهیه. از پایه شروع بکنید. و الان دیدید که باید this or that, من چه نکته مکالمه درست حسابه ای رو بهتون گفتم, با اینکه شما اصلا فکر کردین به خودتون شاید که این this, that, these, those همین اومدی بگی به ما, یعنی 20 دقیقه وقت ما رو گرفتی که بگه this and that. بنابراین اینجوری به خودتون فکر نکنین. سه تا نکته رو با هم دیگه صحبت کردیم. گفتیم there is چیه, there are چیه, یعنی وجود داشتن با it is فرق میکنه. گفتیم اسمای اشاره چیان, this, that, these, those. گفتیم this و that در مکالمه کاربردهای دیگه‌ای هم داره. That برای اینکه بخوام اشاره به یک اتفاق یا یه حرفی که یه نفر گفته بکنیم. This برای پشت تلفن بخوای بگی منم, هدیه‌ام, یا بخوای بگی که بقیه رو می‌خوای معرفی بکنیم. فرق بین سام و اینی رو گفتیم. سام گفتیم جملات مثبت و جملات سوالی موقعی که داریم چیزی رو آفر میکنید, و اینی برای جملات منفی, حالت سوالی, و مثبت وقتی که با کنجانکشن if بیاد یا whether. مرسی که من رو تماشا کردیم. گرامر درس چهارم هم تموم شد. آیدی اینستاگرام, تلگرام و یوتیوب من رو میتونید پایین ببینید, حتما فالو بکنید. اینستاگرام که هر روز داره مطالب جدید آپلود میشه و در اختیار شما عزیزان قرار میگیره. ویدیوها رو دانلود نکنید بچه ها, سعی بکنید آنلاین نگاه کنید ویدیوها رو, و اینکه به ترتیب نگاه بکنید. حتما لایک, کامنت و سابسکرایب شما به من امید میده که ویدیوهای بیشتری براتون بسازم. Thank you for watching me and see you around.